سرخط خبرها. ادامه کار سرپرست ها حوصله مجلس را به سر آورد. 16 نامزد وزیر فردا به مجلس معرفی می شوند. اما جنجال بر سر گزینش نامزد وزیر دفاع ملی همچنان پابرجاست. کادری مناسبی که توانمندی و استعدادی از ایراد داشته باشه انشالله معرفی خواهد شد. گفتگوهای صلح، سوژه ای که بیشتر از همه چیز گرم و سرد شد. حضور نظامیان خارجی در کشور آیا مانع است یا بهانه؟ بیاوی موجودیت هم دسول لپاره دی مذاکرات و فنیز بندی دی وصلوال مخالفین لخانه مطرح کرده ایسی او دی افغانستان بزمت کدی بندی خلق بولیس. تمرکز مجلس سنا با طرحی که برگزاری مراسم عروسی را بسیار آسان می سازد. مراعات ارزش های اسلامی و دوری از مصارف و مهمان زیاد نکات اصلی این طرح است که به قانون تبدیل می شود. کسی که توانش نداره برازو یک چیز را قید بکنه و کسی که توانش داره ایجا به سرش قید کنه میره در دوبای آرسی میکنه، میره در اسلام آباد آرسی میکنه. و تهران در قدمی گریز از تحریم ها. ایران و گروه 5 به اضافه 1 آخرین ساعت های ضرب الاجل رسیدن به توافق هسته ای را پشت سر میگذرانند. سلام و وقتتان بخیر. من شانه نورزاد ابراهیمی شما را به مهمترین ها از یک خوش آمدید میگم. وای درس تیموری با خبر ورزشی در نیم ساعت با شما. 16 نامزد وزیر فردا از سوی رئیس جمهور و یا یکی از معاونانش به مجلس نمایندگان معرفی می شوند. وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید روند سرپرستی در وزارتخانه ها سبب برخ مشکلات شده و از مجلس نمایندگان میخواهد تا با دادن رأی اعتماد به نامزد وزیران تازه کابینه را تکمیل کند. در این حال معاون دوم مجلس نمایندگان تاکید دارد که آنان انتظار دارند تا در کنار 16 نامزد وزیر نامزد وزارت دفاع ملی هم به مجلس معرفی شود. سجاد محمدی با جزئیات بیشتر. 16 نامزد وزیر تازه در آزمونگاه مجلس نمایندگان. رئیس جمهور و یا یکی از معاونانش فردا این نامزد وزیران را به مجلس نمایندگان معرفی میکند تا سرانجام دو زل باقی مانده کابینه هم تکمیل شود. حکومت میگوید تمام اسناد تحصیلی و شهروندی این نامزد وزیران به مجلس نمایندگان فرستاده شده است. انتظار حکومت هم از نمایندگان مردم این است که با دادن رأی اعتماد به این نامزد وزیران بدنه بزرگ ناتکمیل حکومت را تکمیل کنند. لازم ببینه اعضای محترمی پارلمان رأی اعتماد بده، باعث پیشرفتی کار خواهد شد که یک سلسله مشکلاتی در مسائل اداری موجود هستند که انشاءالله به خواست خدا بود با تکمیل شدن بدنه حکومت این مشکلات رفع خواهد شد. حکومت هنوز هم برای وزارت دفاع ملی نامزد معرفی نکرده است. ظاهرا اختلافات درونی سبب شده که رهبران حکومت وحدت ملی در گزینش نامزد وزارت دفاع ملی به توافق نرسند. مجلس نمایندگان اما انتظار میکشد تا در کنار 16 نامزد وزیر دیگر نامزد وزارت دفاع ملی هم معرفی شود. مو خو هیله توقع کړی ول دواړه مشران چې څومره زر کېدلی سي د چهارشنبې ورځې پورې موږ ته وزیر صاحب دفاع هم په دې کې ځکه چې امنیتي سکتور ته موږ تاسو ډېر ضرورت لرو په دې بنا باندې موږ خواهش کړې ده. خو زه هیله مند یم که چهارشنبې نه وي په دغه راتلونکي هفته کې موږ سره تعهد سوی چې وزیر صاحب دفاع به معرفي کېږي. ضرور هم است که دقت شو چون یک ارګان بزرگ امنیتي کشور هستند او مورد هم شاید از دقت کار گرفته میشه. کادر مناسبی که و توانمندی و استعدادی از ایراد داشته باشه انشالله معرفی خواهد شد. هنوز مشخص نیست که چه زمان مجلس نمایندگان به این 16 نامزد وزیر صندوق میگذارد، اما برخی نمایندگان میگویند که بررسی سندهای تحصیلی و شهروندی این نمایندگان دست کم 5 روز را در بر خواهد گرفت و به دنبال آن برای تایید و یا رد این نامزد وزیران مجلس صندوق میگذارد. زمان و مکان آغاز گفتگوهای صلح تا هنوز مشخص نشده است. وزارت امور خارجه میگوید تمام جزئیات گفتگوهای صلح با مردم شریک خواهد شد. روند گفتگوهای صلح افغانستان حالا پیچیده تر از آن به نظر می رسد که پیش از این تصور می شد. بشیر احمد قاسانی گزارش می دهد. قرار بود در ماه روان میلادی که امروز پایان یافت گفتگوهای صلح با طالبان به گونه رسمی آغاز می شد که نشد.
اکنون وزارت خارجه میگوید که هنوز زمان و مکان گفتگوهای صلح با طالبان مشخص نشده است. تا حال زمان مشخصی و جای مشخصی برای انجام مذاکرات صلح تعیین نشده، تلاش ها ادامه داره. اگر جزئیاتی از پیشرفت های بعدی وجود داشت، ضرورا با شما و با مردم شریک ساخته خواهد شد. پیش از این نمایندگان طالبان و رهبری حکومت افغانستان سفرهای به چین داشته اند. حکومت افغانستان نقش چین در گفتگوهای صلح را امیدوار کننده دانسته بود، اما حالا به نظر می رسد گفتگوهای صلح با طالبان پیچیده تر از آن خواهد بود که تصور می شد. قضیه پیچیده است، هم جنگ ما چند جانب دارد، جنگی که روان است، هم صلح اگر بخواهیم در اینجا یک مسئله داخلی نیست که بیرونی عوامل بیرونی داره. در چنین وضعیتی با این پیچیدگی یک اعلام تاریخ معین برای آغاز مذاکرات به نظر من یک مقدار خوشبینی مفرط بوده. حکومت افغانستان از چین خواسته بود بر پاکستان کامل اصلی خشونت‌ها در منطقه پنداشته می شود فشار آورد تا طالبان را به پای میز مذاکره بکشاند. با وجود نرمش رئیس جمهور غنی در برابر پاکستان، هنوز اسلام آباد آماده نشده است که طالبان را به پای میز مذاکره بکشاند. امیدوار هستم که رئیس جمهور در قسمت توجه جدی کنه و هیچ وقت نگذاره که افغانستان قربانی معاملات کشور خارجی شود. مشخص نیست که چرا گفتگوهای صلح با طالبان آغاز نشده است، اما به نظر می رسد که پاکستان برای طالبان سهم بیشتر در قدرت می خواهد. رهبران حکومت وحدت ملی هم اطمینان دادند قانون اساسی افغانستان و دستاوردهای 13 سال گذشته در گفتگوهای صلح با طالبان قربانی نخواهد شد. این در حال است که کند شدن روند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و یا حضور آنان در کشور میتواند روند گفتگوهای صلح را آسیب زند. سرپرست شورای عالی صلح میگوید خروج نیروهای بین المللی از کشور خواست اصلی طالبان است و در گفتگوهای صلح مطرح می شود. از این رو حکومت باید در این زمینه دقت کند. با تازگی رئیس جمهور غنی خواهان بازنگری در روند خروج نیروهای بین المللی از کشور شده و گفته است که باید شمار از این نیروها برای زمان بیشتر در کشور باقی بمانند. زکریا حسنی با جزئیات بیشتر. خروج نیروهای بین المللی از کشور یکی از گام‌های دستیابی به صلح بوده است، اما گویا رئیس جمهور غنی نیاز نمی‌داند تمام این نیروها کشور را به این زودی ترک کنند، چنانچه بارها بر بازنگری روند خروج نیروهای بین المللی از کشور تاکید کرده و به تازگی نیز در سفرش به آمریکا خواهان کند شدن روند خروج نیروهای بین المللی و ادامه حضور این نیروها در کشور شده است، موضوعی که به باور شورای عالی صلح شاید بر روند گفتگوهای صلح آسیب رساند. مطالبه داره چی وصلوات چه خارجی قوای د افغانستان نووزی دیغوی موجودیت هم د سولې لپاره د مذاکراتو په میز باندې د وسلوالو مخالفینو لخوا نه مطرح کیدلی سي او د افغانستان حکومت په دې باندې خبر کولی سي. زیر این سقف نیز سخن از گفتگوهای صلح و پایان جنگ است. میگویند در روند گفتگوهای صلح نباید منافع ملی و اسلامی زیر پا شود. حرکت انقلاب اسلامی افغانستان له خپل جمهوری دولت څخه غوښتنه کوي چې د سولې پروسې ته د اسلامي احکامو په چوکاټ کې دننه ترجیح ورکړي او د هیواد د ملي او اسلامي منافعو پر رعایت او ساتنې سره په افغانستان کې روان بحران ته د پای ټکی کېږدي. صلح یکی از کلیدی ترین خواست های شهروندان کشور پنداشته می شود، موضوعی که بارها از آن سخن زده شده، اما هنوز روشن نیست چه زمانی شهروندان کشور مزه آن را می چشند. در جنگ 13 ساله در افغانستان 220 هزار نفر کشته شدند. یک گزارش پژوهشی مشترک از سه نهاد جهانی نشان می‌دهد که جنگ غرب در برابر هراس افغانی از سال 2001 تا کنون با کشته شدن بیش از 1 میلیون انسان انجامیده است. البته در کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان. غرب و متحدان غربیش 13 سال در برابر هراس افکنی در افغانستان رزمیدند، هرچند زاویه های زیادی از این نبرد در کشور پنهان مانده است. حالا سه نهاد جهانی از جمله اتحادیه فیزیکدانان جهان برای جلوگیری از نبرد هسته‌ای، انجمن فیزیکدانان برای مسئولیت های اجتماعی و فیزیکدانان برای نجات جهانی گزارش مشترک پژوهشیشان را نشر کردند. گزارشی که در آن آمده نبرد غرب در افغانستان با کشته شدن 220 هزار فرد نظامی و غیر نظامی انجامیده است.
هرچند این نبردها در افغانستان زیر نام مبارزه با هراس افغانی انجام شده است، تلفات انسانی وحشتناک در این کشور وارد کرده و نیز پول خیلی هنگفت از امریکایان در این نبرد ضایع شده است. یافته های نهادها نشان می دهند که بیش از 1 میلیون نفر در کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان در جریان نبرد 13 ساله با هراس افغانی کشته شدند. بر بنیاد این یافته های ما، شمار تلفات 10 مرتبه بیشتر از آنچه است که در رسانه ها گفته می شود و یا هم تصمیم گیرندگان جنگ بر رسانه ها می گویند. حتی ممکن است شمار تلفات بیشتر از 1.3 میلیون نفر باشد. نبرد غرب در افغانستان به رهبری آمریکا تا هنوز به کشته شدن 4000 سرباز این کشور انجامیده و 20000 سرباز دیگر هم زخمی شدند. این نبرد کم از کم 1 تریلیون دلار برای آمریکا هزینه برداشته و گهگاه انتقادهای تند را از سوی سیاستگران در درون و بیرون از کشور تحمل کرده است. آمریکا بیشترین سربازش را در جریان 8 سال حضورش در عراق از دست داده است. رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان از سمتش کنار رفت. کنارگیری های وفی‌الله افتخار از آیسا با گشایش نمایشگاه ملی صنایع در کابل همزمان شد و رئیس جمهور نیز از سخنرانی در این نمایشگاه خودداری کرد. با این حال برخی صنعتکاران میگویند که کنارگیری رئیس آیسا و خودداری رئیس جمهور از سخنرانی در این نمایشگاه مهم نمیتوانند بی ربط باشند و پیام از نبود یک سیاست و اراده برای حمایت از صنایع دارند. این نمایشگاه پیش از چاشت عصای رئیس جمهور گشایش یافت. بزرگترین نمایشگاه صنایع داخلی افغانستان که فرصت برای معرفی تولیدات داخلی نیز خوانده می شود. رئیس جمهور غنی پس از گشایش این نمایشگاه تنها با چند صنعتکار معدود صحبت کرد. در رات پیشپک می است که اقتصاد مرکزی پوست می امنیت انشالله تعالی یواد کنترول لده. در این نمایشگاه تولیدات صنعتی 112 کارخانه برای 4 روز به نمایش گذاشته شدند. من میخوام بتونم. بخیر باشید. صنعتکاران و ده ها تن دیگر اینجا انتظار سخنرانی رئیس جمهور را داشتند. هرچند آقای غنی پس از دیدار با چند صنعتکار محل نمایشگاه را ترک کرد. این انتقادهای شدید را به همراه شد. دلته چې موږ په تالار کې د خلکو نه خبرې واورېدې، داسې خلک راغلي وو چې هغوی غوښتل چې دلته سرمایه ګذاري وکړي په افغانستان کې. ما د هغوی نه واورېدل چې موږ په دې باندې پښیمانه یو او حتی خپلې سرمایې به هم په اصطلاح په افغانستان کې موږ په کار باندې وانهچو. این نمایشگاه به گونه مشترک اسای اداره حمایت از سرمایه گذاری ها، اتحادیه سرتاسری صنعتکاران و اتاق تجارت و صنایع برگزار شده است. انتظار می رفت رئیس جمهور پس از گشایش این نمایشگاه از برنامه های یاد کند که برایندش رشد سرمایه گذاری ها و گذار افغانستان به سوی خود بسندگی باشد. رئیس جمهور ټول صنعتکارانو سره وکتل او هغوی ته وخت ورکړ چې د جمعې پر ورځ ماښام به په حدود د 100 صنعتکارانو سره د مختلفو بخشونو سره هغوی سره وګوري او هغه لازم اړونده هدایت به مختلفو ادارو ته ورکړي تر څو موږ وکولی شو چې دغه مختلف صنایع تقویه کړو. در موجی از انتقادها از بیرون شدن بحث برانگیز رئیس جمهور از محل برگزاری نمایشگاه، گزارش های از کنارگیری رئیس آیسا نیز پخش شدند. دیروز اونا استعفایشان به ریاست جمهوری تقدیم کردند و از طرف ریاست جمهوری منظور شده، دیگر ما معلومات مشخص نداریم در مورد. دو رهبر حکومت هنگام پیکارهای انتخاباتی بارها بر حمایت از صنایع تاکید کردند. هرچند هنگام تنش‌های انتخاباتی ده‌ها کارخانه بسته شدند و هزاران کارگر شغل‌هایشان را از دست دادند. حال 6 ماه پس از آغاز کار حکومت وضعیت صنایع نه تنها که بهتر نشده است، بل با گذشت هر روز چالش‌های به میان می‌آیند که مانع گام گذاشتن به سوی پیشترها نیز می‌شوند. خوش خدا نگهدار. خداوند یار و یاورتان بود.